چرا من و علی هنوز کارمندیم؟ چرا ما بیزینس خودمون رو راه نمیندازیم؟ مگه ما تیممون کامل نیست؟ پس چرا هنوز کارمند موندیم؟ چرا خودمون آقا بالا سر خودمون نمیشیم؟ امروز اومدم جواب این سوالو بدم و در آینده نزدیک یه ویدیو رکورد میکنم در مورد اینکه چطور بیزینس خودتون رو راه بندازیم. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. یکی از سوالات زیادی که از من و علی میشه اینه که چرا کسب و کار خودتون رو راه نمیندازین؟ چرا با بیزینس خودتون فعالیت نمیکنید، درآمدزایی نمیکنید؟ من دوست دارم چند تا نکته مهم که چند تا نیازمندی مهم هست در این باره رو توضیح بدم. چرا ما راه ننداختیم بیزینس خودمون رو هنوز؟ یک، به خاطر اینکه ما مهاجر بودیم. ما اصلا با فرهنگ اینجا، با فرهنگ کار اینترنشنال، بازار US، بازار UK، بازار ایرلند، اروپا یا هر جای دیگه آشنا نبودیم. ما نمیدونستیم که مردم اینجا رفتار خریدشون، رفتار مصرف کنندشون چیه. اینا اهمیت داره. پس شما حتما باید تارگت مارکتتون رو بشناسین، با رفتار مصرف کنندتون آشنا باشین. ما یه اصطلاحی داریم توی مارکتینگ بهش میگیم پرسونا، یعنی باید بدونید که یک تعریف مشخصی از خریدار شما در مراحل مختلف چی هست. ما اصلا دیدی نداشتیم در مورد اینکه اگر حتی بیزنسمون رو راه بندازیم آیا میگیره اینجا. پس حتما باید اینو توی بازاری که میخواین کسب و کارتون رو راه بندازین بررسی کنید. دو، ما اصلا نمیتونستیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما باید ویزاتون به یه استمپی به اسم استمپ 4 برسه. من حتما در مورد استمپ‌های مختلف توضیح میدم، اما وقتی شما با کریتیکال اسکیل میایین اینجا، استمپتون 1. استمپ اسپوزتون یا پارتنرتون، همسرتون میشه استمپ 1G. اگه استودنت باشین تموم بشه درستون میشه 1G. اگر که جنرال بیاین که اصلا استمپ فکر میکنم 3، مطمئن نیستم، در مورد جنرال میپرسم. اما یه چیزی که اهمیت داره، کریتیکال اسکیل اگر که داشته باشید، بعد 2 سال کار کردن تحت اجازه کاری که گرفتید تحت نظر اون شرکت، شما استمپتون از 1 به 4 تغییر میکنه. با استمپ 4 میتونید بیزنس خودتون رو راه بندازین. پس اول یا باید کریتیکال اسکیل باشین، بعد از 2 سال میتونین بیزنس خودتون رو تازه راه بندازین، یا اینکه باید اگر که با ویزای کار جنرال میاید باید 5 سال اینجا کار کنید تحت اجازه کاری که دارید با شرکتی که براش اجازه کار دارید و بعد استمپتون تغییر میکنه. استمپتون که تغییر کرد میتونید اون وقت استمپ 4 که شدید بیزنس خودتون رو راه بندازین و فعالیتتون رو شروع کنید. پس از لحاظ قانونی شما باید استمپ 4 داشته باشین، یا حالت دیگه‌اش اینه که خودتون سرمایه گذاری کنید که حداقل باید 500,000 یورو داشته باشید، که فکر میکنم تا الان خوب در مورد من و علی میدونید که ما 500,000 یورو نداشتیم. در نتیجه ما نتونستیم در حالتی که ویزای استارتاپی بگیریم بیایم اینجا، و 500,000 یورو مینیممه. مرحله بعدی اینه که حتما وقتی که میخواید شروع به کسب و کار کنید باید بدونید که اونم تو بازارهای رقابتی مثل اروپا، آمریکا و انگلیس نیاز به سرمایه گذار دارید، و اینکه چطور با این سرمایه گذار آشنا شید، چطور بیزنستون رو معرفی کنید بهشون، چطور باهاشون نتورکینگ کنید. حداقل باید دوره‌های 3 ماهه‌ای براش بگذرونید که توی ایرلند توسط حالا گروه های مختلف برگزار میشه، میتونه 1 تا 3 ماه باشه، حتما توضیح میدم. و اگر دوره انترپرایز آیرلند رو مثلا شرکت کنید 3 ماه، اونجا توضیح میدم براتون از 0 تا 100 استارتاپ را انداختنتون. در نتیجه باید آشنا باشید با اینکه چطور میتونید فاند بگیرید، چطور میتونید سرمایه گذار جذب کنید، اصلا چطور میتونید سرمایه گذار رو پیدا کنید. پس این مرحله دیگه ای بود که من و علی نمیتونستیم سکیپ کنیم و بدویم لول بعدی، و به خاطر همین هنوز کارمون راه ننداختیم. و مرحله بعدی واقعا برای ما این بود که اصلا باید خودمون رو پیدا میکردیم، باید خودمون رو توی شرایط جدید پیدا میکردیم، توی فرهنگ جدید باید خودمون رو پیدا میکردیم، باید وفق داده میشدیم، باید
ادغام می شدیم. در مورد ادغام شدن من تو اینستاگرام زیاد صحبت کردم و من مرحله ادغام شدنم هنوز تموم نشده، حتی ممکنه برای علی شده باشه، برای من نه، هنوز حتی شاید اولش باشم. و چند تا نکته مهم دیگه هم هست. نکته مهم دیگه که برای ما خیلی زیاد اهمیت داشت این بود که اگر که شما کسب و کارتون رو راه بندازین، سلف ایمپلوید میشین. وقتی که سلف ایمپلوید بشین یا کارآفرین میشین، وقتی کارآفرین میشین، سلف ایمپلوید میشین، باید حداقل 3 سال مالیاتتون رو خودتون سالیانه پرداخت کنید. یعنی دیگه مالیات ماهانه همینطور که به صورت کارمندی الان از شما پرداخت میشه دیفالت، خودش اتوماتیک دیگه کسر نمیشه. شما سالیانه باید مالیاتتون رو پرداخت کنید، توی سیستم مالیاتی ثبت کنید و کلی هم دردسر داره. حتما باید حسابدار داشته باشین. نمیتونید بدون حسابدار این کارهای مالیاتی رو انجام بدین. واقعا حسابدارم دیگه مینیمم 1200 تا 1500 تا در سال میگیره ازتون. مینیمم واقعا دارم میگم. پس این دلیل دیگه شه. پس شما حداقل بعد 3 سال و نیم صبر کنید. خب چرا 3 سال و نیم صبر کردن برای ما اهمیت داره؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید اپلای کنید برای هیچ وامی، نمیتونید اپلای کنید برای وام خونه، نمیتونید اپلای کنید برای وام ماشین، نه هیچ چیز دیگه. چرا نمیتونید اپلای کنید؟ چون که وقتی میخواید برای وام خونه اپلای کنید، حتما برمیگردن 3 سال رکورد گذشته شما رو نگاه میکنن، ماهانه رکورد ماهانه پیمنت های شما و دریافت های شما رو، هزینه ها و دریافتی های شما رو بررسی میکنه بانک، دونه دونه واقعا بررسی میکنه و شما باید توی سازمان مالیات ماهانه پول پرداخت کرده باشین و یه ثابت مقدار ثابتی دریافتی. حالا مقدار ثابت منظورم این نیست که دیگه همون یه دونه حقوق، مشخص باشه که شما کارمند جایی هستین یا اون 3.5 سال گذشته باشه که معلوم باشه شما یه مقدار مشخصی دریافتی داشتین توی اون 3 سال. تا اون لحظه اصلا نمیتونید برای وام اقدام کنید. پس این یکی دیگه از دلایلش بود، چون ما دوست داریم که بتونیم برای وام اقدام کنیم و تا اون موقع حتما این کار رو نخواهیم کرد که بیزنس خودمون رو شروع کنیم و بریم دنبالش. یه نکته خیلی مهم هست که من حتما دوست دارم صحبت کنم. بچه ها، بازار کار ایران با بازار کار خارج از ایران، محیط کار ایران با محیط کار خارج از ایران واقعا سر تا پا فرقه. شاید توی برنامه نویسی، شاید توی نمیدونم الکترونیک، شاید توی اینا مشابه تر باشه حداقل تا 30-40%. خب تو مارکتینگ اونجا یه چیزه، میاد اینجا وارد یه دنیای دیگه میشه، از صفر شروع میشه، میاد اینجا وارد یه دنیای دیگه میشه، میاد اینجا تمام اون تمام پلتفرمایی که تا حالا نمیتونستین ازش استفاده کنی، خیلی موقع فقط اسمشون رو شنیده بودیم، بنا به اخبار تکنولوژی میاد وسط و باید شما اکسپرت باشید توش، نه اینکه فقط بشناسید، باید اکسپرت باشید توش. و چرا این اهمیت داره؟ به خاطر اینکه شما وقتی که کارمند هستید با روال ها آشنا میشید، با تکنولوژی ها آشنا میشید، با تعاملات آشنا میشید، با ساختار تیم های مختلف آشنا میشید، کانکشن ایجاد میکنید و کانکشن های شما کانکشن های جدید براتون میارن. هم آشنایی با این روال ها، پروسه ها و هم آشنایی با این کانکشن ها خیلی اهمیت داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه موقعی که میخواین تیم بیلد اپ کنین، خیلی موقع ها میتونین از همین افراد کمک بگیرید، از همین در ساختارها درس بگیرید، از اتفاقایی که بعدی که میفته. فقط بچه ها کتاب خوندن نیست، تجربه است. از این تجربه ها میتونید توی بیزینس خودتون استفاده کنید. و خیلی موقع ها بعد از گذشت یک مدت، وقتی که کشور جدید رو میشناسید، وقتی که دنیای جدید رو میشناسید، وقتی مارکت رو میشناسید، نیاز مارکت رو راحت تر میشناسید و راحت تر میتونید به نیاز مارکت جواب بدین. در نتیجه برای راه انداختن بیزنستون به نظر من زیاد عجله نکنید. هستن خیلی از آدمایی که با ویزای سرمایه گذاری میان، قبلا کارآفرین بودن، ایده های ناب دارن، با بیزنس پلان میان و پرزنت میکنن و خیلی موقع ها آدمای موفقی میشن. نمونهش توی ایرلند هست و خیلی هم قابل احترامه. ولی اگر که همچین تجربه ای رو ندارید،
به نظرم یه کمی مکس کنید، یه کمی زمان دادن بهتر از شکست های خیلی بزرگیه که انگیزتون هم از بین ببره. بیایید یه کم بیافتین تو این پروسه، یاد بگیرید از جریان و بعد از یه مدت کوتاه وقتی که همه چیز استیبل تر شد، وضعیت روانیتون، وضعیت مهاجرتتون، وضعیت زبانتون، کانکشن ها، یادگیری ها، خیلی راحت تر میتونید به راه انداختن بیزینس خودتون فکر کنید، با منطق درست تر، با پروسه های قشنگ تر، با اشتباهات کمتر بیزینستون رو راه بندازین. من و علی به این دلایلی که گفتم، به دلیل اپلای وام، به دلیل ناشنایی، به دلیل نداشتن کانکشن، نشناختن مارکت، به دلیل اینکه میخواستیم تجربه بیشتری داشته باشیم، به دلیل اینکه باید ویزامون درست میشد، صبر کردیم. پیشنهاد منم به شما اینه که اگر که مثل ما هستین، یک کمی اینجا تعلل لازم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، امیدوارم که سابسکرایب کرده باشین. من ازتون ممنونم که وقت میذارید، نگاه میکنید، کامنت میذارید، دایرکت میدین. خیلی ازتون ممنونم. بچه ها لطفاً اگر که در مورد موضوعی دوست دارید که من سوالاتتون رو جواب بدم، ویدیو بسازم، لطفاً کامنت بذارین، به خاطر اینکه این ویدیوها برای شماست. هر چقدر من نیاز شما رو بیشتر بدونم، به نیاز مخاطبم جواب درستی دادم. در نتیجه دارم الان مخاطبم رو میشناسم. بیاین از همینجا شروع کنیم. شما برای من بنویسین که سوالتون چیه؟ سوالی که من میتونم راه روشن کنم. حال دلتون خوب باشه، مراقب خودتون باشین، ویدئومو لایک کنین، منتظرتون هستم. خدا نگهدارتون.